دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ویدیو مانند ویدیوهای قبلی مورد توجهتون قرار بگیره. پسوندی که این سری قرار بهتون درس بدم، پسوند کی هستش. یه عدتون مرتب میپرسیدین، گفتم هرچه زودتر این پسوند رو بهتون درس بدم. امیدوارم که قلم و کاغذتون رو حاضر کرده باشید. بریم سراغ درسمون. خب همونطور که میبینید این پسوند بعضی جاها به ضمیرهای مالکی وصل میشه و به این شکل هستش که مثلا میگیم بنیم کی، یعنی اونی که مال منه، ممکنه هر چیزی باشه. کل این کلمه جای ضمیر میشینه. بعضی وقتا مثلا میشنوید بعضی خانمای خونه دار وقتی صحبت میکنن نمیگن مثلا شوهرم، میگن بنیم کی. وقتی میگه بنیم کی یعنی داره از شخصی صحبت میکنه که متعلق به ایشونه. سنین کی یعنی اونی که مال توه. اونون کی اونی که مال اونه، مال سوم شخصه. بیزیم کی اونی که مال ماست. سیزین کی اونی که مال شماست. اونلارن کی اونی که مال اونهاست. مثلا میگیم بنیم چانتام بردا، یعنی چی؟ یعنی کیف من اینجاست. حالا میایم بگیم که سنین چانتان نرده، که میشه کیف تو کجاست. و یا چون اینجا از چانتا صحبت کردیم، از کیف صحبت کردیم، اینجا گفتیم کیف من اینجاست، بخوام بگم مال تو کجاست، میگم چی؟ میگم سنین کی نرده. دیگه دوباره اینجا چانتا و یا واسه ضمیرهای دیگه هی این اسم رو تکرار نمی کنم. میگم سنینکی نرده یعنی مال تو کجاست. خب اینجا مشخصه دارم راجع به چی صحبت میکنم. پشت سر اون جمله ای هستش که یه موضوعی درش هست. حالا بیایم همینا رو با اسم میتونیم ببینیم که این پسوند به اسم هم متصل میشه. به این شکلی که میبینید مثلا میگیم احمدین کی، میشه اونی که مال احمده. خود احمدین میشه چی؟ میشه مال احمد. احمدین کی؟ چیزی که مال احمده. حالا یه بحث صحبتی هست، اونی که متعلق به احمده. فاطمانن کی؟ اونی که مال فاطمه است. سلیمین کی؟ اونی که مال سلیم هستش. آن نمین کی؟ اونی که مال مادرمه. بابا من کی؟ اونی که مال بابامه. دایی من کی؟ اونی که مال داییمه. خب بریم بعدی. حالا مثال میزنیم، میگیم بیزیم کتابلارمز دولاپتا، یعنی چی؟ یعنی کتاب های ما در کمد هستش. سیزین کیلر نرده، مال شما کجاست. اینجا اسممون جمع بود، میتونیم پسوند جمع رو هم بعد کی بیاریم. مال شما کجاست، میگیم مثلا بنیم کی ماسادا، آلینین کی اوداسندا، یعنی مال من روی میزه، مال علی در اتاقشه. به این شکل. حالا این ضمیر بعضی وقتا به مکان هم متصل میشه. مثلا چجوری؟ قبلش پسوند د و دا هم میاد که پسوند چی بود؟ میگیم در فلانجا.
اگه ویدیو دا و د رو نگاه نکردید، پسوند و کلمه د و دا میتونید برید دوباره نگاه بکنید. و یا پسوند ببخشید زمانی چی میگن، یه ویدیو رو داشتیم راجع به مکان ها، قید های مکان، اونم میتونید نگاه بکنید. الیمدکی یعنی اونی که توی دستمه. ماساداکی اونی که روی میزه. سوکاکتاکی اونی که توی خیابونه. دقت بکنید اینجا پسوند دا داشتیم کنار حرف که جز حروف فستوکشی شاب هستش و یا حرفایی که موقع تلفظ حالت اسپیریتد دارن، یعنی با فشار خارج میشن از دهان. اینجا د تبدیل به ت شده. خب چی بود؟ سوکاکتاکی یعنی اونی که توی خیابونه. استانبول داکی اونی که توی استانبوله. این با یه نقطه دار نوشته میشه، حالا من اینجوری نوشتم مشکل نیست. ازمیر دکی اونی که توی ازمیره. جبیم دکی اونی که توی جیبمه. و این پسوند به کلماتی متصل میشه که چی میگن؟ کلماتی مربوط به زمان هستش. مثلا میگه چی؟ بو اکشام کی. بو اکشام کی یعنی اونی که امشبه، مثلا برنامه امشبه یا مثلا غذای امشبه یا حالا هرچی. یارن کی میشه اونی که مال فرداست، اونی که قرار فردا اتفاق بیفته یا اونی که قرار فردا بیاد. بیر سونرا کی بعدی، یه دونه بعد این، اونی که قرار بعد این بیاد. بیداها کی اینم یعنی دفعه بعد، اینم یعنی بعدی. بوسفر کی یعنی این دفعه و یا اونی که مال این دفعه است یا اتفاقی که این دفعه افتاده. بود فاکی مربوط به این دفعه، دوباره یعنی چیزی که مربوط به این دفعه است. همونطور که میبینید اینا هم معنی هستن، این دوتا و این دوتا. حالا مثال زدم، بو اکشام کی پروگرام. بو اکشام کی پروگرام یعنی برنامه ای که امشب هست. یارن کی توپلانت. یارن کی توپلانت یعنی جلسه ای که فردا قرار اتفاق بیفته. بیر سونرا کی آدم قدم بعدی، مرحله بعدی. بیر داها کی سفر دفعه بعد. بو سفر کی گروشمه دیداری که این دفعه داشتیم. ممکنه از گروشمه منظورشون ملاقات کاری هم باشه. بو دفاکی دکتر، دکتری که این دفعه دیدم. خب امیدوارم که مثالا کافی باشه. حالا یه استثنا داریم. در این سه کلمه ای که میبینید کی با قواعد واجی که توی ترکیه هست، اینجا همونطور که دیدید تو کلمه های قبلی اصلا عوض نشد، ولی تو این سه تا کلمه به مرور زمان عوض شده، تلفظش همراه شده با چی میگن حروف صدادار هجای قبلش. بوگونکو، بوگونکو یعنی مال امروز. دونکو یعنی مال دیروز. پازار گونکو یعنی مال یک شنبه. مثلا میگیم بوگونکو یمک غذای امروز، دونکو یمک غذای دیروز، پازار گونکو یمک غذای یک شنبه. یه همچین چیزی.
خب دوستان، امیدوارم که درس این دفعهمون واسهتون قابل فهم بوده باشه. اگه سوالی چیزی داشتین حتما کامنت بذارین. الکی هم کامنت گذاشتین دستتون درد نکنه. شما هر کامنتی بذارید به درد من میخوره و هر سوالی بپرسید جوابش به درد شما میخوره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره. موفق باشید.